ممنون. خب دو جایی فتواست مقالهش رو نگاه میکردم، گویا یه چیزی حدود 11,000 نفر. خب توی این مملکتی که تیراژ کتاب 300 چقدر؟ تو مملکتی که تیراژ کتاب رو 300-400 نسخه است، این همه توجه فکر میکنید به چه جهته؟ این همه توجه میکنید یه موضوع تاریخی نشون میده که به اصطلاح یک نگاه تازه‌ای، یک نظر تازه‌ای، یک نسیم تازه‌ای در عرصه روشنفکری ایران به وجود اومده. اون نگاه های سنتی که بیشتر مبتنی بر روایت های حزب توده بوده، روشنفکرهای ما، رهبرهای سیاسی ما از اون فاصله گرفتن، یک نگاه تازه‌ای دارن میکنن. و من در این سالها واقعا در شگفتم که چرا دوستداران دکتر محمد مصدق شادوان، چرا جبهه ملی اینجور از این زاویه به 28 مرداد نگاه نکردند. حالا شاید مصالح سیاسی بوده یا غیره بوده، خدمت عرض کنم که من همه ی هدف من در این مقاله خصوصا به طور برجسته نشون دادن خدمت بزرگ دکتر محمد مصدق در روز 28 مرداد بوده، در روز 28 مرداد بوده که من مفصلا بحث میکنم در بندهای مختلف، در بخشهای مختلف. اخیرا وزارت امور خارجه اسناد خودش رو، اسناد به اصطلاح تازه شو انتشار داده. من هم مثل خیلی از دوستان این اسناد 1,000 صفحه‌ای رو، 970 صفحه است، حدود 1,000 صفحه‌ای رو نشستم بررسی کردم و برخلاف تیتر بعضی از این رادیوهای معروف مثل بی بی سی، رادیو فردا، نمیدونم صدای آمریکا، بیرو بیرو که نوشته بودن اسناد تازه سازمان سیا درباره 28 مرداد، من هیچ سند تازه‌ای در این مجموعه 1,000 صفحه‌ای ندیدم. جالبه. اینجا باید یک اشاره بکنم به دوستان ما در رادیو تلویزیون های خارج از کشور که یک مقدار این سلامت شغلی رو، صداقت شغلی رو بیشتر لحاظ بکنم. یکی از دوستای شما در همون لس آنجلس گفته بود، در گفتگو با دکتر عباسی میلانی گفته بود مجموعه 1,000 صفحه‌ای سازمان سیا درباره 28 مرداد. این چه معنا داره؟ بالاخره ما اهل ادب و ادبیات هستیم. مجموعه 1,000 صفحه‌ای سازمان سیا درباره 28 مرداد یعنی چه؟ یعنی این 1,000 صفحه مختص کودهای 28 مرداد، روز 28 مرداد و غیر و غیر. با توجه به این حصر موضوعی، شما وقتی میگین 28 مرداد حصر موضوعی داری، یعنی در این مورد خاص این اسناد صحبت میکنه. من به جرأت به شما بگم آقای مهودی عزیز، در این 1,000 صفحه هیچ سندی درباره روز 28 مرداد وجود ندارد. یک 5 صفحه سند وجود داره از 28 مرداد که اون هم بازنویسی شده، بازسازی شده، بازآفرینی شده یه اسناد دیگری که قبلا منتشر شده. بنابراین هیچ سند تازه وجود نداره. خب البته دلیل برای این نیست که بگیم که این 1,000 صفحه اسنادی در مورد این دوران 2-3 ساله ملی شدن نفت وجود نداره. چرا داره؟ خیلی مهمه و به درد ما، به درد 28 مرداد که این جراحت تاریخی 64 ساله رو دست ما گذاشته، بیشتر بر اساس تبلیغات حزب توده هست، در این مورد خاص چیزی نداره.
اما نکته که به اصطلاح در این ستا نکته تاریخ است بر این اسناد هزار صفحه‌ای، هرچند به 28 مرداد یعنی روز 28 مرداد مربوط نیست، ولی یک به اصطلاح ارتباطی با روند ماجرای 28 مرداد دارد. یکی از اونها ما در مقالات قبلی در کتاب آسیب شناسی یک شکل هست اشاره کردیم که به اصطلاح پایداری دکتر مصدق در برابر انگلیسی ها و یک نوع همدلی و همزبانی محمد رضا شاه با آرمان های مصدق، خصوصا اعتقاد محمد رضا شاه بر کناری مصدق از طریق قانونی یعنی از طریق پارلمان و ایستادگی محمد رضا شاه در برابر فشار و اصرار انگلیسی ها و آمریکایی ها، دولت انگلیس رو مقامات دولت انگلیس رو چنان کلافه و آشفته کرده بود که طبق اسناد منتشر شده اخیر قرار بود که از طریق سرتیپ محمود امینی رئیس ژاندارمری دولت مصدق، برادر وزیر دربار شاهنشاهی، وسیله این شخص سرتیپ محمود امینی یک کودتای همزمان علیه مصدق و علیه شاه صورت بگیره. این دو تا شر و اصلاح، این دو تا صد و از راه جریان نفت، مسائل نفت نقدار این در سند اخیر هست از کردم، ولی هیچ ارتباطی به روز 28 مرداد که مصدق چی کار کرد، چطور تحولات دچار پیچش شد، هیچ بحثی در این مورد نیست. من هیچ تردیدی ندارم کتاب مسلم هست، در کتاب آسیب شناسی هست، در موارد مختلف نوشتم هست که در آغاز از آغاز ملی شدن صنعت نفت دولت انگلیس و بعد دولت آمریکا در سودای سرنگونی حکومت مصدق بودن حرفی نیست، اونقدر روشن و آشکاری که اونقدر اسناد هست که قبلا منتشر شد این اسناد که دیگه نیازی به اسناد تازه نیست. یعنی در واقع آقای دکتر دکتر میفتوست بنابراین قدرت های خارجی در صدد این بودن که یک کودتایی به علیه هر دو به راه بندازن، هم علیه شاه هم علیه دکتر مصدق. کاملا آقای دکتر، آقای مهودی عزیز، شما گزارشات ادلتون کادر سفارت انگلیس در تهران، دینر مأمور اطلاعات سفارت انگلیس در تهران رو وقتی میخونید، این آدم دینر اصطلاح مسئول فعالیت های ضد مصدقی، این دوتا آدم هم انگلیسی در گزارشاتی که به انگلیس میفرستن میگن در درون شاه محمد رضا شاه یک کینه پنهان بهولناک علیه دولت انگلیس و انگلیسی ها وجود داره. اینا گزارشات رسمی دولت انگلیسه. به همین جهت من میگم که عرض کردم که یک نوع همزبانی و همدلی بین مصدق و شاه وجود داشت برای ملی کردن نفت. ما یکی به قول مولانا، ما یکی روحیم اندر دو بدن، ما یکی روحیم اندر دو بدن. این اندیشه مشترک ضد انگلیسی و استقلال طلبانه در هر دو تای این اینا وجود داشت، هم در مصدق هم در محمد رضا شاه. بنابراین اینکه بگیم سند تازی اصلا گاهی اوقات من حیرتش دچار تأسف میشم که هر سال دوستان ما، رادیو تلویزیون های ما مدعی اسناد تازی میشن. اسناد تازی همین اخیران دوباره در حالی که باید زاویه رو در یک جای دیگری نگه برد.
تجربه دیگه نگاه کرد، بگیم چرا، سوال اساسی اینه، چرا در روز 28 مرداد، روز 28 مرداد دکتر محمد مصدق با داشتن همه نیروهای نظامی، با داشتن همه نیروهای انتظامی، قدرت سیاسی غیرو به عنوان نخست وزیر به میدان نیومد، خالی گذاشت میدون رو. بنابراین بحث در اینه، من زاویه بحث رو که کوتاه بوده نبوده، آیا نمیدونم 25 مرداد اتفاق آقای نصیری قانونی بوده یا نبوده، شما تاکید میکنم در هیچ کجای قانون اساسی، در هیچ کجای متمم قانون اساسی ذکر نشده که فرمان همایونی، فرمان شاه باید صبح ابلاغ بشه، شب باید ابلاغ بشه، نیمه شب باید، هیچ جا. بنابراین با توجه به اون شرایط حساس سیاسی و حضور گسترده حزب توده، بنابراین شاه همون نیمه شب بسیار مرداد نتیجه رو میفرسته و برای ابلاغ اون به صلاح عزل نخواست خواستی. بنابراین از نظر قانونی و حقوقی هیچ ایرادی به این مسئله انسان بس در اینجا نیست. از شما بگید دوستان بگن کودتا بنده قبول میکنن، دیگران بگن قیام ملی بنده قبول میکنن، اصلا بس اینا نیست. بحث من اینه در روز 28 مرداد چرا مصدق با وجود همه نیر، داشتن همه نیروهای انتظامی، با داشتن همه نیروهای نظامی، با اون قدرت فائقه‌ای که داشت، با حضور حزب توده، چرا کوتاه اومد و از هواداراش خواست که بر خونه هاشون بمونن، تظاهرات نکنن، بر علیه شاه شعار ندن به اصطلاح. خب این دگردسی است آقای میودی عزیز، بسیاری از رهبران برجسته در بهش دچار شدن، بسیار از رهبران برجسته در اون لحظات حساس تاریخی تصمیم میگیرن که همه رو اشمعز میکنن، به اصطلاح همه رو مات میکنن. این که ما 64 ساعت سالی که مات شدیم نمیفهمیم چگونگی و چرایی تصمیم دکتر محمد مصدق اش از همینه. بنابراین هر کس میاد تفسیر خودش داره، کودتا، قیام ملی، نمیدونم چی. بس اینه که به اصطلاح چرا در روز 28 مرداد مصدق با وجود اینکه همه یارانش خصوصا دکتر فاطمی خواستن که از طریق رادیو آقای دکتر مصدق مردم رو فراخ بکنید، از مردم دعوت بکنید، همون کاری که آقای اردوغان در ترکیه کرد، مردم رو به خیابان ها بیاره، هیچ کاری. حزب توده اومد با تمام ارتش رزمنده ما، سازمان رزمنده ما آماده است اجازه بدین ما وارد پیکار بشه، وارد میدان بشه. حالا من در این بحث تمام فکت های من آقای میبودی از مخالفان شاست، نه که بگم آقای ظاهری چی گفته این، نه از مخالفان شاست. چرا؟ این معتقدم حقیقت اونیه که دشمن هم اون گواهی بده، حقیقت اونیه که دشمن هم اون گواهی بده. بنابراین تحلیل من، استنادات من روی اظهارات های بابک امیرخسروی کادر فعال حزب توده در روز 28 مرداد و از مخالفان سرسخت رژیم شاه بوده، اون میاد به عنوان مثابه یکی از کادرهای بازمانده 28 مرداد. بعد خصوصا الان بابک امیرخسروی نفس آسین داره برای پاسخ دادن به ندای وجدان و پوزش از ملت ایران، پوزش از ملت ایران میاد یا در 28 مرداد هیچ کودتایی، هیچ نقشه‌ای برای کودتا و سرنگونی دکتر محمد مصدق وجود نداشت. اینا ما رو به یک جاهای، بعد همین نظر رو
سرگرد فریدون آذرنور، یک سرگرد فریدون آذرنور یک از کادرهای بالای سازمان استران حزب توده شده، در گفتگی که در پاریس با من داشت همین تایید کرد، گفت هیچ ستون نظامی، هیچ نیروی نظامی در 28 مرداد وجود نداشت. یعنی آقای چرا؟ برای که تمام سران اصطلاح مرزهای متفکر و کودتای 25 مرداد گرفته بودن که همون که زندان بودن به اصطلاح، از باکمانگلیت بگیرید تا نصیری بگیرید تا فیگرو، آقای سلدرت زایده که فراری بوده، خانه هم بود به اصطلاح. بنابراین چه چیزی پیش اومد؟ بحث من اینه، چه چیزی پیش اومد که در روز 28 مرداد دکتر محمد مصدق تغییر نقش و نقشه داد، خدمتی به ملت ایران کرد، جامعه ایران کرد؟ هیچ کس دیگری نکرد، حتی به نظرم بالاتر از ملی شدن صنعت نفت بوده. چرا؟ برای اینکه ایران رو از چنگ حزب توده، از تصرف حکومت توسط حزب توده باز داشت. خیلی خیلی مهم. حالا یعنی این کار نکرده بود مملکت ما کمونیست میشد، ولی در اختیار روسا قرار میگرفت. کاملا کاملا اصلا آرای اونجوری که یاد دارن آنتوان لابرتوف سفیر فوق‌العاده اتحاد جماهیر شوروی در دوی مرداد 32 وارد ایران میشه، سفر فورت. این آدم کیه؟ این آدم استاد و متخصص کودتاهای نظامی در چکسلواکی بود و کشورهای دیگه متخصص. این در دوی به اصطلاح مرداد بخشید، در 11 مرداد وارد تهران میشه، چند روز بعد با مصدق ملاقات. عکسی که از این سفیر فوق‌العاده شوروی در اون زمان وجود داره که شما شاید داشته باشین، نشون میده که مصدق در حال اندیشه هست. کاملا درست، کاملا درست، عکس خیلی گویا. چی داره پیش میاد؟ چون شما میدید اومدن سفیر فوق‌العاده شوروی بعد از تظاهرات 30 تیر 1332 بود که در اونجا توده ها 50,000 هوادار و سمپات و نیروهای رزمی خودشون رو به میدان کشیدن، 50,000 تا. بعد از ظهرش جبهه ملی میتین گذاشت، خدا عزیز بتوده، جبهه ملی گذاشت، 5,000 نفر شرکت کردن. این قدرت دو صدقی زندگیات اشاره میکنه، میگه تظاهرات حزب توده در به مناسبت سیه تیر، در سیه تیر 1332، این عامل بسیار مهمی در تغییر قوا و در تغییر تصمیم و دکتر محمد مصدق بوده. خب آدمی هم پرستی بوده. بعد ملکی تمام اکثر یار فروهر تمام یارانش میگن آقا کشور داره به دست توده ها میفته، تمام خیابون ها اسمشون عوض کردن، تابلوها رو پایین آوردن و عکسش ها رو پایین آوردن، همه اینها برها صدق رو وادار به یک دوراندیشی به آگنده نگری میهن پرستانه ای کرد. اینجاست متاسفانه هیچ کدوم از دوستان ما دوستان جبهه ملی به این مسئله اشاره نمی کنم. حالا بعد از اینکه شاه فرار میکنه، نقل قول از پسر دکتر محمد مصدق، غلام حسین، دکتر غلام حسین مصدق در خاطراتش میاد، میگه که
در سراسر روزهای 25 تا 28 مرداد یه مصدق در جستجوی شاه بود، به طوری که ضمن قبول عزل خودش توسط شاه به پسرش چون غلام حسین مصدق میاد میگه که این میگه جمله مصدق نقل از غلام حسین مصدق بطور غلام حسین مصدق میخواهم ببینم حالا که شاه مرا عزل کرده، بنابراین عزلشو پذیرفته، پذیرفته بر خلاف جریان 25 مرداد شب 25 مرداد، میخواهم ببینم حالا که شاه مرا عزل کرده کجا گذاشته رفته، چه کار کنم، مملکت را به دست چه کسی بسپارم و کجا بروم. بعد در بعدش در 27 مرداد میاد کتاب خودش اشاره میکنه، میگه از پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه درخواست میشود تا هرچه زودتر به ایران مراجعت فرماید، در کتاب تأملات حضرت محمد مصدق. خب همین دیدگاه است که در شامگاه 27 مرداد دستگیری تظاهر کنندگان حزب توده که با شعارهای سرخ و با پرچم‌های سرخ در خیابان‌های تهران حرکت می‌کردن شروع میشه، که به قول نورالدین کیانوری 600 نفر از افراد مسئولین و کادرهای حزب توده دستگیر می‌شوند. می‌گه که این امر ضربه بسیار مهلکی بر ارتباطات حزب توده وارد ساخت. کیانوری داره میاد. بعد ارتش هم که نیروهای زبده گارد شاهنشاهی هم که حل اصلا شده بودن در 25 مرداد همراه با آقای نصیری و نمیدونم با خلیج و دیگر هم، و خدمت که عرض کنم که آقای بابک امیر خسروی و سرهنگ نجاتی از هواداران دکتر محمد مصدق یک فرد نیروی هوایی بوده، میگه 28 مرداد هر 5 واحد ارتش مستقر در پادگان‌های تهران به دکتر مصدق وفادار بودند، به نیروهای کودتا هوادار کودتا حتی برای اجرای یک عملیات محدود شهری هم نیروی لازم نداشتند. اینه هم سرهنگ نجاتی میگه هم بابک امیر خسروی میگه. بعد اشاره میکنه خود امیر نجاتی که این تعداد نیروهایی که در این پادگان ها وجود داشتن چی بودن و چطور به دکتر محمد مصدق وفادار بودن. اما نکته جالب شهادت بابک امیر خسروی است. امیر خسروی میگه تمام شهادت های معتبر حتی اسناد سری وزارت امور خارجه آمریکا نشان میدهند که ارتش در مجموع کوچکترین مشارکتی در 28 مرداد نداشت. هیچ این خیلی مهمه، هیچ واحد منظم ارتشی در ماجرای روز 28 مرداد شرکت نداشت. حالا ما با وجود این مسئله ما در خیابان‌های تهران می‌بینیم، عکساش هم هست، بسیاری از تانک ها رو می‌بینیم که سرگردانن تو خیابان ها، نمی‌دونن چیکار بکنن. که مقاله می‌کشه اینه که تانک های سرگردان در خیابان های خالی 28 مرداد. آقای دکتر استاد یروان ابراهامیان هم این عکس رو گذاشته و گفته که نتیجه گیری کرده که این کودتای نظامی بوده، به این دلیل که در حالی که اصلا اینجور نبوده، متوجه به اینکه از طرف وزارت امور خارجه آمریکا خصوصا ادل اسمیت معاون وزیر امور خارجه آمریکا کرمیت روزورت گفته بود، دستور داده بود که عملیات را رها کن و از ایران خارج شو. بعد مصدق از فراخوندن مردم پایتخت به استمداد کمک مردمی از اونها از طریق رادیو خودداری میکنه. از این گذشته دستور میده که از هر گونه تظاهرات ضد سلطنتی
پرهیز میکنن مردم و از مردم میخوان که در خونه هاشون بمونن. محمد مصدق در خلاف آقای اردوغان در ترکیه میگه خواهش میکنه که در خونه هاشون بمونید، بیرون نیاید. به فروه رو به ملکی دستور میده که تمام نیروهاتون رو جمع بکنید، هیچ کس تظاهرات نکنه. در 28 مرداد هیچ خیابان ها رو خالی بذارید شما. بعد چیکار میشه؟ چطور برق میکنه؟ در این وسط دکتر محمد مصدق سرتیب محمد دفتری رو که موسوم به معروف به دربار، معروف به وسیله به کودتاشیان بوده، محمد دفتری رو دکتر محمد مصدق که فامیلش هم بوده، خارزادش گویا بوده و فلان، اینو به ریاست شهربانی، ریاست گاد و ریاست ژاندارمری، تمام نیروهای مسلح خودش رو در اختیار سرتیب محمد دفتری قرار میده. در اینجاست که آقای سرتیب دفتری میاد وسط خیابونها، به این تانک ها میگه با ماچ و بوسه و فلان، به این رهبران، به این سرهنگ ها و سرگرد ها و فرماندهان هنگ که روی تانک نشسته بوده، به همه اینا اول بروسی میشنه دست میده و ماچ و بوسه میکنه که آقا شما چرا این کار میکنید؟ همه ما برادریم، همه ما قطهاریم و رئیس کل قوا شاست و ما باید از برادر کشی پرهیز بکنیم. برابر این چنین شرایط است که این تانک هایی که شما میبینید تو خیابان ها که بعد مردم میرن اشغال میکنن، این تانک ها در یک انفعال و ندانمکاری در واقع باقی میمونن، باقی میمونن. حتی سرتیب عطاالله کیانی معاون ریاست کل ستاد ارتش و اینا همه منفل شدن و آقای محمد دفتری، سرتیب محمد دفتری اومده گفته که شما کاری نکنید، خطا نکنید، به مردم شلیک نکنید، اون تمام نیروهای نظامی خودش رو آقای کیانی در اختیار سرتیب محمد دفتری یعنی هواداران شاه قرار میده. اینجاست، اینجاست که این تانک ها سرگردان هم. این تانک ها نمیتونن کاری بکنن. در حال به این مسئله هم بابک امیر خسروی، هم سرگرد فریدون آذرنور عضو برجسته سازمان افسران حزب توده اشاره میکنن. اما این نکته ای که هست در تر به سراغ کودتا اشاره شده بود که ما از نیروهای زرهی تیمور و اختیار استفاده بکنیم، تیمور و اختیار بیاد پایتخت رو اشغال بکنه. از کجا؟ از کرمانشاه اسناد هست. اینجا آقای سرگرد عبدالعزیز رستمی گوران، سرگرد عبدالعزیز رستمی گوران عضو برجسته سازمان افسران حزب توده و فرمانده گردان زرهی تیپ کرمانشاه است که تحت امر در واقع تیمور بختیاره. این میگه آقا بختیار از جای خودش تکون نخورد، این که قرار بود بره پایتخت رو اشغال بکنه و تانکاشو ببره، تکون نخورد، به ما رو یک جور به اصطلاح سرگردون کرد که ما 29 مرداد یعنی یک روز بعد صعود مصدق ما وارد تهران شدیم، یعنی کار از کار گذشته بود. خیلی جالبه که این تیمور بختیاری که قرار بود به نیروهای مخالف مصدق کمک بکنه، در همون زمان قول فروهر، داریوش فروهر، در همون زمان با مدیران و رؤسای دولت دکتر محمد مصدق بگو میکرد و تعارف میکرد و اول پرسی میگه منظور خودشم در کرمانشاه منفرد. جالبه فرمانده تیپ زرهی کرمانشاه در کرمانشاه موند و از اومدن به تهران پرهیز کرد. یه نکته مهم، من ساعت جلوم نیست و نمیدونم چقدر فرصت دارم، برنامه رو پی میگیریم. بسته این که شما چه نگاهی نسبت به تاریخ داشته باشید. الان حق با دکتر هوشنگ نهاوندی است، هیچ کس از این دید به
این قضایا نگاه نکرده بود. ایشون بعد از بررسی 1000 صفحه، چون واقعا بعضی قدرت ها سعی میکنن هر سال این ماجرای 28 مرداد رو زنده نگه دارن، هر سال تقریبا این کارو کردن و هر بار هم اعلام میشه اسناد تازه‌ای، 1000 صفحه سند جدید منتشر. آقای دکتر میرفتوز همه رو بررسی کردن، سند جدیدی وجود نداره. بعد هم وقتی شما با حسنیت به سراغ تاریخ میرید، موفق میشید که به بسیاری از سوء تفاهم پایان بدید. شاه و نخست وزیرش هر دو مایلن که صنعت نفت ایران ملی بشه. کی بعدش بیاد که ایران یک سرزمین مرفه و مستقل باشه، خارجی ها درش دخالت نکنن. آقای دکتر میرفتوز ما سراپا گوشیم، یادتون باشه تو کجا بودیم. بفرمایید. هدف اساسی مقاله بنده ادعای بنده این بوده هست که به اولین بار خدمت بزرگ و برجسته دکتر محمد مصدق در روز 28 مرداد رو برجسته بکنم و نشون بدم. به سلام موارد و دلایلی که آوردم. مهندس احمد زیرکزاده رهبر یکی از رهبران حزب ایران که بسیار بسیار به دکتر محمد مصدق نزدیک بود و تا پایان روز 28 مرداد از صبح تا شبش در کنار مصدق در خانه مصدق بود. یک نکته ای داره در کتاب خودش، در خاطرات خودش، که تغییر روان و روحیه دکتر محمد مصدق بود در روز 28 مرداد، در روز 28 مرداد بیان میکنه. دیگه نمیتونیم به اصطلاح در برابر نفس اجتهاد بکنیم که آقای میودی عزیز این نفس، یعنی شاهد دست اول پوست صمیمی و یار صمیمی دکتر محمد مصدق داره میگه. میگه در آن روز 28 مرداد، در آن روز واضح بود که دکتر محمد مصدق مردم را در صحنه نمیخواهد. تمام اونهایی که در آن روز در خانه نخست وزیر بودند بارها و بارها تک تک یا دست جمعی از او خواهش کردند اجازه دهد مردم را به کمک بطلبید، موافقت نکرد و حتی حاضر نشد اجازه دهد با رادیو مردم را با خبر سازید. مصدق با تقاضای دکتر حسین فاطمی برای خبر کردن مردم از طریق رادیو مخالفت کردن. مصدق نقشه خود را داشت و نمیخواست در آن تغییری بدهد. همین نقشه است که من به تأمل وادار کرده و رفتم دنبالش و دیدم این مرد بعد از اون همه تلاش سیاسی در عرصه سیاست ایران، در مبارزه با نوام، در مبارزه با زیاد، در مبارزه با کیوکی، بالاخره در یک مقطع تاریخی به سرنوشت ساز تصمیمی گرفت که واقعا تمام دوستای نزدیکش مثل زیرکزاده مات بودن، مات مونده بودن به اصطلاح. به میگه مصدق نقشه خودش رو داشت و نمیخواست در آن تغییر بده. این نقشه به اصطلاح مصدق همینیش که عرض کردم، همه رو در خونه ها نوبت در خونه هاشون بمونن، تظاهرات نکنن. سرتی محمد دفتری که فامیلش هم بوده به اصطلاح و هوادار شاه هم بوده، اون رو فرمانده کل نیروهای نظامی و انتظامی کرد و غیره بقیه. خب خدمت هست کن، حتی مصدق حزب توده میاد و میگه آقا شما اجازه بدید ما مسلح بشیم و وارد کارزار بشیم و این کوتاچی ها رو به اصطلاح سرکوب بکنیم. سر مهمی که در اینجا هست برای دکتر سپهر زبیحه. دکتر سپهر زبی متخصص تاریخ معاصر ایران، در استاد ممتاز کالج سنت مری در امریکاست.
سپیر زبی سردبیر سابق روزنامه باختر امروز متعلق به حسین فاطمی بود، یعنی در جریان روز 28 مرداد بوده. سپیر زبی میگه که هیئتی که از جانب حزب توده با مصدق تماس گرفت نتوانست موافقت او را برای پخش اسلحه میان توده‌ای ها و جبهه ملی ها جبهه ملی های تندرو مثل حسین فاطمی جلب کنه. گزارش شده است که مصدق به نمایندگان حزب توده به تنی چند از یاران وفادار خود گفته بود، اینه گفته این خیلی مهمه های پیبودی عزیز، صادق گفته بود ترجیح میدهد طرفداران شاه او را زجر کش کنند اما خطر یک جنگ داخلی را نپذیرد. اینجاست من میگم این از یک خدمت برجسته‌ایست، یک از خود گذشتگی برجسته‌ایست به اصطلاح دکتر محمد مصدق انجام داده. بعد بازم بابک امیر خسروی شاهد ناظر در صحنه 28 مرداد میگه که در آستانه 28 مرداد در فقط در تهران لااقل 15,000 به روایت کیانوری برادین کیانوری 25,000 عضو داشت، عضو مبارز و رزم دیده داشت حزب توده که میتونست اگر مصدق اجازه میداد هر لحظه میتونست بیا و کاری اشتره بکنه و قدرت قبضه بکنه به اصطلاح. و 4,000 پرسنل داشت در ارتش، 4,000 عامل نفوذی در ارتش داشت. لاقل نوشه لاقل 15,000 به روایت کیانوری 25,000 عضو مبارز و رزم دیده داشت. بنابراین آقای دکتر پتروس، دکتر مصدق ارتش در اختیارش بود، یعنی میتونست از ارتش استفاده کنه، ارتش رو به خیابون‌ها بیاره، میتونست از طریق رادیو از مردم بخواد که به خیابون‌ها بریزن، خیلی هم اصرار کردن که این کار رو انجام بده. حزب توده آماده بود که نیروهای مسلح خودش وارد میدان بکنه و عوامل خودش رو، ولی دکتر محمد مصدق اجازه چنین کاری نداد چون مطمئن بود جنگ داخلی در میگیره و مطمئن بود که یک قدرت سوم یعنی روس‌ها این وسط دست بالا رو پیدا میکنن. درسته؟ دکتر انور خامنه‌ای رو شما خوب میشناسید؟ انور خامنه‌ای؟ سران پنجاه و سه نفر. بله بله. انور خامنه‌ای. بله بله. بله، یکی از سران پنجاه و سه نفر و بعد از اعضای برجسته حزب توده که شاهد و ناظر رویدادهای 28 مرداد بوده. اونم اشاره میکنه، ضمن اشاره به قدرت نظامی و آماده باش سازمان افسران حزب توده به توان بسیج سازمان جوانان حزب توده که در اون زمان خیلی خیلی مهم بود، بعد اشاره میکنه میگه اگر مصدق میخواست حزب توده میتوانست جلوی کودتا را بگیرد. بعدش من به زیرک زاده بازم ببینید که تاکید میکنه که از اواخر خیلی مهمه یه زیرک زاده میگه از اواخر سال 1324 جریان پیشوری و نمیدونم آذربایجان و فلان، از اواخر سال 24 1324 تا مرداد 1332 حزب توده هر وقت میخواست میتوانست با یک کودتا تهران را تصرف کند. خب این میگه بنده زیرک زاده. بعد میاد میگه در روزهای این 25 تا 28 مرداد حزب توده به دکتر محمد مصدق اطلاع میده که کودتایی در پیشه، در راهه، حزب توده حاضره که بیاد به اینا رو غلبه بکنه، به کمک دولت مصدق بیاد به اصطلاح. مصدق میگه مغازه مصدق کمک حزب توده را رد کرد. بعد گرشتادی میاد حرف ما رو میاد میزنه و میگه به خوبی میبینیم که مصدق با رد کمک حزب توده چه خدمت بزرگی به ملت ایران کرده است. سالمه ایناست. پشت سرش خبره خودکشی
سفیر فوقالعاده شوروی لابرنتوف که اومده بود کتای به اصطلاح سازمانده بکنه پیچید، خبر پیچید که لابرنتوف به اصطلاح خودکشی کرده در تهران، در سفارت شوروی در تهران. چرا؟ برای اینکه هدفشون بود که ایران رو ایرانستان وابسته به شوروی بکنه که موافق نشد. با درایت و کاردانی و میهن‌پرستی و آینده نگری دکتر محمد مصدق تمام نقشه‌هاشون نقشه‌آراب شد و شما عکس سفیر شوروی با مصدق نیا عکس رو بذارید خشم کنم یک بار دیگه بذارید. جالبه این. بنابراین مأمور انجام کودتا در تهران از ناامیدی خودکشی میکنه از دیدشون. بله سردشم هست و شما میگید دکتر محمد مصدق خیلی اندیشناکه. درسته. حالا من اینه داریم اینه که آقا دکتر محمد مصدق فکر میکرد که جریان چکسلواکی ممکنی پیش بیاد و اون مسائلی که این نقطه جالبی آیان بخش این بحث ما هست بعد از فرونشستن همه کدورت ها و همه اون بحث ها سخنی دکتر محمد مصدق وکیل مورد اعتماد خودش سرهنگ جلیل بزرگمهر بعد از جریان 8 مرداد یه سخنی به وکیل مورد اعتمادش بود که خیلی خیلی مهمه سرهنگ جلیل بزرگمهر. بله من فکر کنم این سخن دکتر محمد مصدق همون ناشی از اون بیم و حراس و نگرانی هایی بوده که به اصطلاح در همین عکس دیده میشه. میاد صد وکیل مورد اعتماد میشه بهترین حالت همین بود که پیش آمد. بهترین حالت همین بود که پیش آمد. پیش آمد. حالا شما میگین کودتا، شما میگین قیام، شما میگین چه متوجه مصدق یعنی به اصطلاح صاحب علی در واقع میاد به وکیل مورد اعتماد خودش جلیل بزرگمهر آدم کمی نیست وکیل میاد میگه بهترین حالت همین بود که پیش اومد. حالا دوستای ما من چی بگم؟ در برابر نص کلام دکتر محمد مصدق که با آینده نگری و ایران دوستی در روز 28 مرداد میدون رو خالی گذاشت یاد می که بهترین حالت همین بود که پیش اومد. این نص آقا ما نمیتونیم اجتهاد بکنیم، ما نمیتونیم نیت خانی بکنیم به اصطلاح نه فلان بود. این جمله درخشان دکتر محمد مصدق تفاوت دیدگاه من نگاه من بقول دکتر هوشنگ نهاوندی لطف کرده بود زنگ زده بود بعد از خوندن این مقاله میگه آه شما کاری کردیم که ما 50 ساله تا همون که نتونستیم بکنیم واقعا با مهربانی و به صلاح عرفانی که درش هست و فروتنی که درش هست دکتر هوشنگ نهاوندی که کار کرده در این مورد آدم مطلعی هست به اصطلاح. میخوام بگم که در این شرایطی که حالا بعد از همه این فراز و فرودها بحث من اینه های میودی عزیز یاد بگیریم ما از شجاعت اخلاقی روشنفکران شیلی از شجاعت اخلاقی روشنفکران شیلی یاد بگیریم. اصلا کودتای شیلی با ماجرای 28 مرداد اصلا زمین تا آسمان فرق داره. 4000 نفر فقط در ورزشگاه سانتیاگوی شیلی تیرباران شدن در زمان آقای پینوشه، هزارها نفر زندانی، هزارها نفر آواره و تبعید و غیر و غیر. امجاد بگیریم اینا آمدن اخیرا من در مقالم آوردم کتابی منتشر کردن رهبرانشون روشن فکران شجاع و شریفشون که در جریان آلنده کودتا علیه آلنده حضور داشتن گفت در ماجرایی که باعث سقوط سالوادور آلنده شد ما هم اشتباهات زیادی داشتیم و از این جهت پوزشی به ملت شیلی بدهکار ملت بدهکاریم.
فوق‌العاده. اینو شما نگاه بکنید، بعد ساختن دیگه بعد از تنوشه شما نگاه بکنید، اقتصاد به اصطلاح مدرنیته صنعت بعد از تنوشه ساختن به اصطلاح با نوعی آشتی ملی تفاهم ملی. ما تا زمانی که آقای میگودی یک تاریخ ملی نداشته باشیم، تا زمانی که یک وفاق ملی درباره بعضی از رویدادهای تاریخی نرسیم، جمهوری اسلامی باقی خواهد بود و ما دست همون به هم دیگه نمیرسه. بله، فوق العاده. شما بقول شما که گذشته در گذشته. بله. گذشته در گذشته. آقا بیاییم گذشته رو چراغ راه آینده بکنیم. من دیگه اگر فرصتی هست، سخنی هست. خیلی سپاسگزارم. نه، منم اطلاعات تازه‌ای دارم. حق با آقای هوشنگ ناوندی. شما از دریچه دیگری به یکی از مهمترین حوادث روزگار ما نگاه کردید و به نظرم خیلی کمک میکنه به اینکه تفاهم بین ما گسترش پیدا بکنه، مگر اینکه قصد اون کماکان بر این باشه که خود اون سوء تفاهم رو حفظ بکنیم، یعنی این قده چرکین رو کماکان حفظ کنیم به جایی که سعی کنیم اون رو از اندامواره تاریخ بیرون بکشیم و خلاص کنیم خودمون رو و هر سال نریم در پی اینکه این ماجرای 28 مرداد رو زنده کنیم و شروع کنیم به اصطلاح شروع کنیم به دمیدن به کوره کسانی که یا قدرت‌هایی در این دنیا که خواهان ایجاد اختلاف و چینه و عداوت بین ما بودن و موفق شدن و موفق شدن که این کینه رو تا به امروز نگه دارن. تشکر آقای دکتر میرپتروس عزیز. گفتگو با دکتر میرپتروس رو پی میگیریم که به نظرم فوق‌العاده آموزنده است از این استاد برجسته ادب و فرهنگ و تاریخ ما. تشکر میکنم ازتون. قربان شما. و سپاسگزارم از سارا ایرانی عزیز همیانانه. تاجی سارا هم خالی بود امروز و اولین کسی هم که من گفت مقاله دکتر میرپتروس رو بخوان در سارا بود، سارا جان بود. و رفتم دیدم بله نگاه تازه‌ای کرده و همینطور که دکتر مصدق گفته شاید بهتر از این نمیشد، چون او وقوع یک توطئه رو احساس میکرد و میتونست که دوره چنگ سرد، دوره حضور دو ابرقدرت رویاروی همه که آمریکایی که اتحاد شوروی جامعه شوروی روز هم بیشترین نفوذ رو در ایران داشتن، در ارتش ایران 4000 عامل نفوذی داشتن، 4000 افسری که البته برخی از اونها چرای وطن پرستی بودن، ولی واقعیت این بود که روزها و همینطور حزب کمونیست شوروی یکی از آرزوهای، یکی از آرمانهاش، یکی از خواستهای بزرگش همیشه این بود که بتونه یا ایران رو تجزیه کنه یا ایران رو تصرف بکنه، یا ایران رو تصرف بکنه به عنوان همسایه جنوبی خودش و گسترش بده دامنه نفوذ خودش تا این لب خلیج فارس که امروز هست. البته روسا این بالاخره به این آرزو رسیدن. در همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم بیش از 2700 نیروی کارشناس روس در کنار دریای در کنار خلیج فارس هستن، یعنی در بوشه. تشکر. از بازار آگهی عمومی کنیم منزل بعد. امیدوارم بتونیم با شما هم گفتگو کنیم. حرفایی هم من دارم با شما در میان میگذارم. این شماره تلفن ماست 818-342-3031. خب همیان ارجمند برنامه رو پی میگیریم. در این چند روزه حوادثی در بین ما گذشته که خیلی قابل واقعا با تاسف. حالا بکنید دکتر میرپتروس چه میکنه با این همه گرفتاری هایی که داره و این همه دشواری ها. مثلا با این نگاه خوشبینانه در عین حال پر از حسنیت به تاریخ نگاه میکنه، سعی میکنه یه موضوع رو حل بکنه، یه علامت سوال رو از برابر یه حادثه تاریخی برداره. در عوض برخی از ما تبدیل شدیم به موتور ایجاد سوء تفاهم، موتور ایجاد نفاق، دورنگی، اختلاف و و، در حالی که جامعه ما امروز به یه نقطه ای رسیده که نیاز ما همگی نیازمند یک چارچوبی مشترک. نمیدونم تو این چند روزه این صداهای مردم بودت در اون شنیدید یا نه، که در دستور بوده، که در قم بوده، یکی اعتراض ده ها هزار تن همزمان توی استادیوم آزادی بودن پریروز و فریادهایی که علیه بسیجی ها میکشیدن و
شعارهایی که علیه نیروهای انتظامی بسیج میدادن نشون دهنده روحیه مردم، مردم دوچار الان مبتلا به یک خشم تاریخی هست، مبتلا به یک خشم تاریخی، این جنبه عمومی پیدا کرد. و جالبه که یه موقع مردم آهسته در گوش هم پچ پچه می کردند وقتی قرار بود حرفی بزنن که خلاف منافع نظام باشه یا قصد داشتن انتقادی بکنن، در گوشی میکردن. امروز میان در برابر دوربین میایستن و فریاد میکشن. یعنی ترس تکیده، این ترس ریخته. این صحنه رو نگاه کنید. تهران دارم میگیرم. اینجا الان ساختمون سپاه محمد رسول الله و اینجا میدون سپاه توی تهران. که من یه چیزی که من جدیداً دارم میبینم اونم اینه که بنرایی از شهید محسن حجاجی درست کردن و تو سرتاسر تهران این بنرا پخش شده، زیرش نوشته شده که رفتیم که داستان خرابه های شام دوباره تکرار نشود و این بنرا رو همه جا پخش کردن توی تهران. من اون چیزی که میخواستم بگم و حق شهروندی خودم میدونم که بهش اشاره کنم اینه که اگه این شهادت خوبه، اگه این شهادت برای انسانیته، برای ایرانه، چرا چند تا الان برادر لاریجانی چند تا، چرا یه دونه از اینا نمیرن که شهید بشن؟ چرا پسرای آقای خامنه ای نمیرن شهید بشن؟ چرا پسرای مسئولی نمیرن شهید بشن؟ چرا علما و آخوندهای حوزه علمیه قم نمیرن شهید بشن؟ چرا اونا نمیرن سرشون بریده بشه؟ چرا تا الان نشده یه دونه مداح حکومتی رو سرش اونجا ببرن برای ما بیارن؟ یا چرا نشده که پسر سعید حدادیان سرش رو ببرن، آقای پناهیان سرش رو ببرن؟ چرا هیچ وقت هم مداحای ما سرشون بریده نمیشه؟ هیچ کدوم نمیرن آقازاده ها و مداحا و آخوندا برای مدافعان حرمشون؟ چرا فقط جوانای مردم رو میفرستن؟ چرا الان واقعا با این بنرها چی رو میخوان ثابت کنن؟ شما اگه واقعا میخواید برای حرم کسی قرار برید چرا خودتون نمیرید؟ اگه شهادت خوبه چرا خودتون نمیرید؟ چرا خودتون شهید نمیشید؟ آقای محسن حجاجی من واقعا مظلومانه رفتی، با لب تشنه رفتی، ولی یک چیزی میخوام برم. آره اینا دارن پاسداری میکنن خونه تو رو. چجوری دارن پاسداری میکنن؟ با اختلاساشون، با دزدیاشون، با سلفیایی که پسرای مقامات با زنای برهنه میگیرن پخش میشه، با ویلاهای خارج از شهر دستگیر میشن بچه سردارای سپاه، با تو خونه های ویلاهایی که توش پارتی میگیرن، مهمونی های شبانه میگیرن. و من میخواستم معترض بشم، بگم دست از جوونامون بردارید، انقدر جوونامون رو به کشتن ندید. درود به مردم ایران، درود به ایران. لیلا میرغفاری هستم از تهران، فعال مدنی. با اسم استدلال نیرومندتر و قوی تر از این شنیده بودی؟ کدام مفسریست؟ کدام تحلیلگری؟ بیشتر این همه درخشان مسائل مربوط به ایران رو برای مخاطبش مطرح بکنه، یا حجت قوی و این ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو از کار بنداز. بریم روی خطوط تلفن. درود بر شما بفرمایید. درود بر شما بفرمایید. آقای میمودی اوقاتون بخیر. اوقات بخیر، بفرمایید. اصلا خدمتتون که آقای میمودی، ببینید ما این جامعه 6 میلیون نفری توی امریکا و اروپا حداقل این تجربه رو چیز کردیم که کسانی که میان وارد میدان سیاست میشن، حالا چه در میدان اپوزیسیون چه در میدان حکومتی، اینا همیشه میتونن مورد سوال واقع بشن و راجع به عملکردشون به اصطلاح جوابگو باشن، حالا چه به مطبوعات چه به هر جای دیگه. بنابراین این درباره جامعه ایرانی خارج از کشور صدق میکنه بدون تعارف. و اگه که سوالی از ما داره، حالا هر کسی میخواد باشه، میخواد شعبانی سابق باشه، شاهزاده باشه، نمیدونم رجوی باشه، هر کسی میخواد باشه، بالاخره اینا هر کدوم اگه ما میخوام اینطوری برخورد کنیم، برمیگردیم رفتار علی خامنه ای رو نگاه میکنیم که دائم به اطرافیانش رو محدود میکنیم، یا حرف نزنه دشنات رو استفاده میکنه. خب ما توی جامعه خارج از کشور که فقط نمیتونیم به مردم ایران از ما داخل ایران چیکار بکنیم؟ آقا
با این همه امکانات و نمیدونم همه چیزهایی که اینجا ظرف این 30 چند سال برامون فراهم شده، بدون تعارف توی رفتار دموکراتیک میتونه به همدیگر مورد سوال قرار بدیم و هر کسی هم میتونه پاسخگو باشه. اتفاقا با مطرح شدن انتقاد به رفع سوء تفاهم کمک میکنه. هر کسی این به اصطلاح منطقه برای خودش بپذیره که میتونه مورد سوال بشه و بیاد خودش شخصا جواب بده، میتونه به بسیار مسائل کمک کنه و به اصطلاح اتحاد و نمیدونم اون اپوزیسیون یا شورای رهبری یا اون به اصطلاح پارلمان در تبعید شکل بده. بنابراین من خودم با آقای فخرآور یه سری اختلاف نظر دارم راجع به بخشی از کتاب رفیق آیت الله، ولی همیشه از بقیه کارهای ایشون که میاد مثلا میره کنگره. ببین آقای دانیال، اینقدر بحث منحرف نکن. بحث ما الان بر سر این نبود، ما داشتیم راجع به 28 مرداد حرف میزدیم، میخواستیم راجع به تحقیقات یک آدمی که زحمت کشیده برای ما، برای روشن شدن نسل ما و نسل امروز ایران تلاش کرده. این کار شما دارید هر روز انجام میدید، من دارم مشکوک میشم به شما. اگه لطف کنید این رو خط من خیلی ممنون میشم ازت، چون تو ما خیلی تحمل کردم، بلکه چیزی دستگیرم به شما توجه نشدم. اینکه انتقاد خوبه، شما من داری بگی انتقاد خوبه، تمام تلاش سالیان عمر من بر همین مبنا بود که بگم ما باید تحمل انتقاد رو داشته باشیم، ولی ما صحبت از انتقاد نیست، ما داریم تهمت میزنیم، چیزایی میگیم غیر واقعه، خلاف واقعه و درست نیست در چنین شرایطی. ما زندگی خود جوی که در این زندگی میکنیم رو اینقدر آلوده کنیم، ما داریم دچار سرسام میشیم، سرسام سوء تفاهم. درود بر شما، بفرمایید. قربان شما، تشکر میکنم. یه لحظه اجازه بدید این صحنه رو ببینیم، این استادیوم رو نگاه کنید. فکر میکنم که خود این استادیوم گویا یه رویه مردم باشه، رویه نسل. تشکر کنم از شورتی. درود بر شما، بفرمایید قربان. حالا در خدمتتونم. عرض ارادت دارم جناب. من 91 سال، 89 سال دارم. بله بله. من روی اون جره ثقیلی هستم که در میدان توپخانه، جره ثقیل صادقیان که مجسمه رو پایین می‌بردن. بله بله. سه روز در این مال روز 26 سه روز بنده در خیابان‌ها بودم از طرف حزب توده و مسئول بودم در حزب توده. همش منتظر بودیم که آقای دکتر فاطمی نظر دکتر مصدق رو بگیره و ما رو به میدان ببره و حتی با افسران حزبی مثل سرهنگ مبشری، سرهنگ سیامک، سرگرد وکیلی، صدفان مختاری، با تمام اینا هم به طور غیر مستقیم تماس داشتیم. البته من 1 سال بعد از اون حزب بریدم و با جامعه هم کار کردم، الان اکلاسش هستم. ولی جناب پتروس، تمام این مطالبی رو که فرمودن دقیقا صحیح هست بدون هیچ کم و کاستی. قربان شما مزاحم. قربان نه تاش کنم. پس به شما مأموریت دادن در اونجا حاضر یراق باشید تا دستور برسه و قرار چه کار کنید با اون جره ثقیل؟ هلو؟ وای قطع کرده. کاش شهادتتون کامل میشد، اسمتون هم میگفتید ممنون میشدم. درود بر شما، بفرمایید. سلام علیکم آقای میبودی. سلام قربان، در خدمتتونم، بفرمایید. آقای میبودی، برنامه‌تون خیلی من تحت تاثیر کاملا درست. اگر عفو عمومی نباشه این مملکت روی خوش و روز خوش نخواهد دید، بخاطر اینکه انقدر جنایت شده زد این 38 سال گذشته و جنایتکارا الان انگیزه دارن تا آخرین فشنگ، تا آخرین نفس
بجنگن با مردم، چون میدونن اگر عفو عمومی نباشه مردم اینا رو به هر حال انتقام زیاد خواهد بود، و اگر خون میدونیم که خون خون رو نمیشوره، اگر که انتقام گیری ادامه پیدا کنه ایران تجزیه خواهد شد. تنها راه عفو عمومیه، و مثل نلسون ماندلا اینا که کاری کردن بیان بگن چیکار کردن، واسه خود قانون به هر حال قانون دموکراتیک باشون برخورد بشه. اگر عفو عمومی نباشه ایران متلاشی خواهد شد. خیلی متشکرم آقای. ممنونم، تشکر میکنم، ممنونم. درود بر شما، بفرمایید. دیگه اصلا آقای دانیال عزیز، خیلی ممنون از اینکه سالیان سال با هم بودیم، متشکرم ازتون. ولی شما چون توصیه من در هرگز گوش نکرد، معنام یه پرنسیبی داره، یا این پرنسیب رعایت میکنید یا نمیکنید. چون علاقه ای ندارید به رعایت پرنسیب های این برنامه، پس اجازه به همدیگه خدافظی کنیم دیگه. درود بر شما، بفرمایید. قربان شما، در خدمتتونم، بفرمایید. 6 بار شما رو زندگی جمع میگودی. ای کاش در سال 57 ما روشنفکرایی داشتیم که مثل جناب نخست وزیر مصدق فکر میکردن که قدرت و پول و همه چیز رو مقابل کشور کنار گذاشتن و خواستن و میدانستن که اگر مردم به خیابان بریزن قدرت گرفته خواهد شد و ایران به کمونیسم خواهد رفت. این رو میدونست و به خاطر همین راضی شد که کودتا یا هرچی بخواد از پیش بزاری سر بگیره. این رو واقعا میگه یک رهبر که در زمان خودش که میتونست قدرت رو سریع بگیره تصمیم گرفت که کشور رو بگیره. و این هم مدیون آقای میرپتروس هستیم. بله، دقیقا بسیار نگاه جالب و داکیومنت های جدیدی بود که ایشون آوردن که واقعا میگه هر کی بخواد روی اینا بحث کنه و دیگه اون میرسه به عقده‌های شخصی و روشن کردن دیگه، باید این را کنار بذاریم و با هم بتونیم به ایران بسپاریم. خیلی تشکر میکنم از شما. همینم در این دقیقه پایانی برنامه اونایی که روی خطوط تلفن سلیمان ازشون عذرخواهی میکنم. به هر حال وظیفه همه ماست، به دوستان عزیزم توصیه میکنم دست از انتقاد از یکدیگر بردارن، با هم باشن، در کنار هم باشن، در کنار مردم. وضعیت ایران به یک نقطه جوشش و یک نقطه ریزش رسیده. یا ما میتونیم ایران رو در تاریخ ماندگار کنیم، یا به عنوان یک نسل عقب افتاده‌ای که حاضر نشد به خاطر میهنش اندکی از تمناهای شخصی دست بکشه، اسم ما با ننگ در تاریخ ثبت میشه. نسلی که موفق نشد یا لیاقتش رو نداشت، شایستگی و سزاواری و اهلیت حفظ میهنش رو نداشت. اینه که تمنا، خواهش از تمام دوستان، بیاییم در کنار هم باشیم، با هم باشیم و ببینیم در مملکتمون داره چه میگذره و مدد برسونیم از نظر فکری، از نظر خبررسانی به هموطنان عزیز و ارجمندی که نگران آینده ایران هستند. آتش زیر خاکستر. یک بحثی داشتم من دیروز با خانم مینا عدی. آقا حسینی است، بچه آخوندی بوده، پاکستانی، پدرش در قم، مادرش هم همینجور، هر دو مذهبی، اینا به ایران آمده بودن از قدیم و ندیم. حسین هم در ایران بزرگ میشه، در نصف حسین فاسق روان صحبت میکنه، تو محیط آخوندی ایران بوده، آمده بیرون، حالا بی خدا شد، خدا ناباور. درخواست پناهجوییش از طرف دادگاه در آلمان رد شده بود، گفتن آقا دیگه دلیل نشد که شما خدا ناباورید و برگردید مملکت. دادگاه دیروز رأی خانم مینا عهدی هم بود، قبل پذیرفت. خب که اگه برگرده مملکت میزنن میکشنش، میزنن میکشنش. سوال من این بود که چه شده که نوادگان روحانیت، نوادگانش امروز درست نقطه مقابل پدر و پدر بزرگای خودشون ایستادن؟ چی شد؟ اونا دم از پارسایی و تقوا می زدن، اینا امروز دنبال خوشگذرانی و تجملات و عشرت و
کارهای از این قبیلن چی دیدن از پدران خودشون در خفا، از پدر بزرگهای خودشون که این همه از دین زده شدن. حالا نه چنان آن مذهب ناباور که خدا ناباور هم شدن، خدا رو هم کنار گذاشتن. چی دیدن از پدرانشون؟ این به نظر من روانشناسان اجتماعی باید به این سوال جواب بدن. تشکر میکنم دانگر امیر جان، تشکر.